سلام بچه، خوش اومدین به ویدیو جدید. ویدیو که متفاوت است، معمولا من راجع به اینجور مباحث صحبت نمی کنم، ولی خب یه چیزایی پیش اومده که دوست دارم راجعش صحبت کنم. داستان اسرائیل و حالا فلسطین هست. میگم معمولا من اصلا تو این زمینه اصلا صحبت نمی کنم، ولی چیزی که من یکم ناراحت کرد میخوام راجعش صحبت کنم، مخصوصا توی این زمینه که حالا تایتل ویدیو رو خوندین، اسرائیل یا فلسطین، اینکه خب ایرانی هم دو دستن دیگه، الان یه سری هستن که طرفدار فلسطین، یه سری هستن طرفدار اسرائیلن. کسایی که طرفدار اسرائیلن کسایی هستن که ضد جمهوری اسلامی هستن، و خلاصه میخوام راجع به این کم صحبت کنم. این ویدیو احتمالا کاملا بدون ادیت خواهد بود، یعنی همینجوری تیکه، خلاصه توش توپق ممکنه من بزنم، ممکنه یولی بیاد بچه و اینجور داستان ها. خلاصه ببخشید بابت این. چیزی که خواستم بگم اینه که الان ویدیو رو ضبط میکنم، دیشب هم که اسرائیل حمله کرده، زده بیمارستان داخل فلسطین رو زده نابود کرده، یعنی این روز هست الان. قاعدتا خیلی ناراحت شدم از این قضیه، مخصوصا اینکه خب بچه و چه میدونم زن و بچه و چه میدونم آدم های بیگناه اونجا هست. چیزی که خواستم بگم اینه که اگه کسی من نمیشناسه جدید اومده اینجا ویدیو رو ببینه، من ضد جمهوری اسلامی هستم و اصلا طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، خودم اینو بارها بچه هایی میدونن دیگه. ولی این حرکت رو از بعضی از ایرانی ها درست نمیبینم، از دو طرف، که مثلا متاسفانه توی کامنت ها میبینم وقتی که مثلا اسرائیل حمله میکنه میزنه یه چیزی توی فلسطین میزنه، بعد خیلی ها میبینم میبینن که مثلا خوبشون کردن فلان اینا. این خیلی برای من ناراحت کننده است، چون این فقط مثلا حماس رو نمیزنه ها، خون زن و بچه میزنه، آدمای بیگناه میزنه، از دو طرف منظورمه، یعنی اون حمله حماس هم به اسرائیل اون کاملا اشتباه بود، اون که به اصطلاح گروگانگیری و مثلا برده گرفتن و نمیدونم حتی تجاوز گفتن شده، حالا اینکه تایید شده یا نه نمیدونم من، ولی اون حرکت وحشیگرانم خب قاعدتا من محکومش میکنم. و حتی زن و بچه های اسرائیل، نه که بگم مثلا فقط فلسطینی ها گناه دارن، اصلا کلن آدم های بیگناه هم منظورمه، کسایی که اصلا کاری به سیاست ندارن. و این خیلی ناراحت کننده است که من بعضی وقتا میبینم که مردم مثلا از یکی فقط طرفداری میکنن و اصلا به این فکر نمیکنن که مثلا آدم، ببینیم من همیشه اینجور میگم تصور کنین دور از جونتون، اصلا آشناهای خودتون در نظر بگیرین، اصلا فرض کنین خودتون شرطین، فرض کنین یوهو به شما میگن که شهرتون رو باید ترک کنین از اینجا برین، چون که ما میخوایم بزنیم اونجا رو نابود کنیم، مثلا 1 میلیون خورده ای آدم مثلا به اونجا یوهو ترک کنن، اصلا تصورش برای من غیر ممکنه. چون شما فکر کنین اوکی برای جونتون میخوای بری، اولش که بعد فکر کنین کجا میخوای بری، دومش بعد به این فکر کنین که مثلا یه خونه ای که داری، کل خونه زندگی تو، همه چی تو بعد اصلا رها کنی بری و میدونی که این پودر میشه، نابود میشه. اصلا خیلی چیز با درشتی بچه، اینقدر سوال نگیرین توی 4 تا کامنت مثلا بنویسین که خوبشون میکنن نمیدونم چی. خلاصه من از دو طرف قشنگ میبینم حرکت رو و میگم اینکه آدمای بیگناه توش کشته میشن و واقعا میگم از دو طرف فرق نداره، حالا اسرائیلی هست چه میدونم مال فلسطینه، به اینم نباید، چون بعضی میگن که حقشونه اینا، خودشون مثلا نمیدونم چی، نمیدونم، خیلی ناراحتم میکنه اینجور چیزا رو ببینم، که ببینم میگم یه نفر فقط طرفدار یه طرفه، کم ناراحتم میکنه توی اینجور مسائل که جنگ. آقا تو چیکار داری که مثلا جمهوری اسلامی، میگم مثلا ما از جمهوری اسلامی خوشم نمیاد، ولی حالا چون که اسرائیل مثلا ضد جمهوری اسلامی نمیشه، بگیم خب اون اسرائیل هر کاری میکنه درسته. اینم بعد که هم خودمون منطقمون رو بذاریم دیگه، مثلا زدن در بچه کلی کشتن. خلاصه من اینو کم درست نمیبینم، خواستم فهمی رو بهتون بگم. یه چیزی هم خواستم بگم راستش یادم نیست، اونم راجبه مثلا اون طرف بود، یعنی نمیدونم راجع به خود اسرائیل بود.
خلاص خواستم بگم که ناراحت کننده است دیگه کل این شرایط. همیشه خودتون رو بزنید جای اون کسایی که تو این شرایط هستن، این ساده نگیرین رو چیزا رو. کشته شدن آدم ها چیز علکی نیست، مخصوصا بچه ها گناه دارن واقعا. بعد توی اون شرایط باشی، بوم بیاد نمیدونم چی، ما فقط در اینستاگرام میبینیم بچه ها. خلاصه همین دیگه، گفتم اینو بهتون بگم. امیدوارم که چیزی جا ننداخته باشم، که دلم پر بود راستش، می کامنت ها رو میدیدم اینا. ولی بازم میگم از طرفی خواستم بگم که این یادم اومد، این چیزی که میخواستم بگم این بود که این مبحث یه چیزی که خب خیلی ها جواد نمی کنن راجبش راحت باز صحبت کنن، چون من الان میدونم که کلی به من حمله میشه و میگن تو نمیدونم دست نشانده جمهوری اسلامی، یا تو نمیدونم، یا از اون بر طرفدارای جمهوری اسلامی میگن تو نمیدونم چرا از مثلا اسرائیل حمایت کردی. خلاصه من از هیچ کمیشون حمایت نمی کنم، یعنی ناراحتم واقعا برای چیز فلسطین، مردم فلسطین مخصوصا، واقعا میگم با اینکه من خودم میگم ضد جمهوری اسلامی، ولی واقعا ناراحتم برای مردم فلسطین، چون که به خاطر اینکه اینا مثلا اون حماس رو داشتن و حماس رفته حمله کرده زده اونا رو نابود کرده، حالا این دارن صد برابر بدترش رو دارن میخورن مردم عادیشون، یعنی به جوری به خاطر سیاست اونا مردم عادی گرفتار یه همچین جنگی شدن. خلاصه این ناراحتی من بود و همین دیگه، یکم منطقی برخورد کنیم. بعضی اومدن الان کامنت من پر شده میگن که تو چرا استوری نمیذاری از مثلا بیمارستانی که زدن، چرا حمایت نمیکنی، چرا بعد خب تو چرا مثلا اون موقع که حماس حمله کرد به اسرائیل چرا هیچ گونه نمیدین بنویسین تو چرا حمایت نمیکنی از اون آزاری که اسرائیل داره. اینم خب یکم منطقی باشین دیگه، یه طرفی که نمیشه دید که. البته خب این شرایطی که بیمارستان دیشب واقعا فاجعه بود، ولی خب میگم این فقط یه طرفه نبینین قضیه رو همیشه، فقط نگین مثلا از اسرائیل فقط حمایت کنین. خب اون بنده خدا هم اونم زن و بچه دارن دیگه، اونم یه حمله میکنه حماس. خلاصه همین بود دیگه، ساعتم درد نیارم. ویدیو چند دقیقه شد؟ 7 دقیقه شد. همین دیگه، امیدوارم که این چی بهش میگن پیس برقرار بشه، این آرامش چیه فارسی یادم نیست. همین دیگه.